دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه زیبا و سه‌شنبه دوست داشتنی. امروز هم در حقیقت چهاردهم ماه جون است و 24 خرداد. خوشحال و خرسند از اینکه یه بار دیگه میتونم در خدمت شما خوبان و نازنینان باشم، همراه جناب آقای سلیمی نازنین. اگر این دستگاه ها با ما اجازه بدهند، اینا مثل من خسته شده. سلام میکنیم با آقای سلیمی و سپاسگزار از حضورش و از اینکه این فرجه رو در این حالت بیماری هم در اختیار ما قرار داد. آقا شنیدم کسالت داری و خیلی هم نگرانت هستیم، چه خبر؟ چه شده؟ من هم به شما سلام دارم جناب آقای سلام و درود دارم به شنوندگان ارجمند. حقیقتش روز یک شنبه هم که در خدمت دوستان مهستان سکولار دموکراسی بودم و شما هم زحمت کشیده بودید، با برحال با دارو و با کرونا اومده بودم. ای بابا گرفتار کرونا شدی در حقیقت؟ بله، به هر حال این دومین بار این سوغات رو ما از دو سال پیش که تازه اومده بود گرفتم، ولی با توجه به اینکه شنوندگان و بینندگان ارجمند به هر حال فراموش نکنم، واقعیت اینه که ما حتی در آلمان هم 4 من واکسن زدم، ولی باز هم در خدمت دوستان زیادی بودیم که از جاهای گوناگون تشریف آورده بودن به کل و تعدادی از ماها کرونایی شدیم. آقای مساقی هم سخت مریض بود، نمیدونم. آره. امیدوارم که سلامتیشو به دست بیاره. اون با توجه به بیماریایی که داره خیلی سخته اگر کرونا بگیره. به هر حال دی از ما کرونا گرفتیم، ولی خب این کمترین چیزی بود که ما میتونستیم برای میهنمون، برای مردم ما در این روزها داشته باشیم. ولی خب عده‌ای از ما دچار این بیماری شدیم، باید جدی گرفت، باید مراقب بود، چون هست دیگه، هنوز در واقع هست. در حتی کشوری مثل آلمان هم عرض میکنم 4 واکسنه شدم، 1 گرفته بودم و این در واقع 6 باره. ولی خب بعد دیگه تابستان میشه، این برون راحت‌تر رفت. آقای بهبهانی این دور رو هم پشت سر بذارم، برحال یک کردیتی به اعتباری پیش ویروس ها پیدا می کنم دیگه، 3-4 من رو در آرامش می زنن. جنبه مثبتش هم اینه. حتما به حال امیدوارم که سلامت باشی و سپاس دارم ازت به خاطر اینکه می دونم سخته. در حالت بیماری آدم سخت می تونه تمرکز کنه، بنابراین از اینکه مر کردی و پذیرفتی و سر ساعت معین برنامه تو شروع کردی ازت ممنونم. بذارید بریم سراغ کلی پرسش ها، و اولین پرسش ها هستش که این داستانی که این وزیر رو میخواستن استیزا کنن، رئیسی گفت نه استیزا نکن، من خودم اخراجش میکنم، بعد نوشتن که آقا استعفا داد. این کی بود، چی بود، چرا؟ آقای بهبهانی این دومین استعفای حجت عبدالملکی بود. او خاطرتون هست شنوندگان و بینندگان ارجمند، یادشون خوب هست که علی خامنه ای از 1 قبل از دولت، همین دولت این آیت الله حجت الاسلام قاتل، همیشه میگفت که دولت جوان انقلابی روی کار خواهد آمد و این دولت جوان رو از سید محمد که میخواستن رئیسش بکنن تا همین آنتیکی که الان همین مردک که اومده، اون یکی وزیر نفت اوجی که ازش سوال میکردن میگفت ابرهه
این کار رو کرده، اون کار رو کرده، پیغمبر فلان کرده، مسائل نفت و انرژی رو، جهان امروز رو به میورد به مسائل قصه های روایت های اون قدیم و بعدشم خاندوزی، بعدشم صالح آبادی، همه اینها این وزرای جوان اینها هستند که یکی بعد از دیگری اینها اتفاقا تا به طاقت اینها کمتر از اون جرسومه های فساد مثل خود غالیباف و خود اینهاست، اینها و همون میزان که به اصطلاح ادعاها و حرفای گنده گنده میزنند و همون میزان هم طاقتشون هم کمتر هست و بیشتر چون کمتر در واقع در این درگیری ها بودند، اون گونه مثل جهانگیری ها و اون فرهاد و دشپسند ها و خود غالیباف و اینها ریشه در دزدا و اختلاسگران کمتر دارند، حتی اگر فرزندان اونها هم باشن باز هم تاق طاقت کمتری رو دارن. حرف میزنن، حرفا خیلی خیلی گنده گنده میزنن. دو تا کتاب اصلا مملو از اراجیف نوشته بود در مورد مسائل کار و اقتصاد و چی و چی و حرفای اقتصاد مقاومتی رهبر و اینها نوشته بود. بعدش هم یک سری ادعاها کرده بود، از 3 سال پیش گفته بود که من با 1,000,000 تومان من میتونم شغل ایجاد کنم و حرفای دیگری که امروز اشاره خواهم کرد که این خیلی حرفا زد، ادعاها کرد. ولی به هر حال چند ماه پیش هم، الان تقریبا 300 روز از عمر این رژیم گذشته و دولت 13 دوبار این استعفا کرده، مثل همین امروز که وزیر سمت هم یک کارت زرد گرفته از مجلس. فقط این نیست، این چند نفر عرض کردم، خود این فرد یعنی حجت عبدالملکی، احسان خاندوزی، حالتون یک کمی از این سن و سال دارتره، علی صالح آبادی، بعد اون یکی که الان گفتم وزیر نفت منصور اوجی و و و چند نفرند اینها که همین گونه هستند. حرفش تمام صحبتش این بود، درگیری وزارت کار، وزارت کار یک وزارت بسیار بسیار بزرگ و بسیار پرمسئولیتی هست. من یادم هست که در دوران پس از اون انقلاب منحوس، شادروان داریوش فروهر رو گذاشته بود، بازرگان، مهندس بازرگان گذاشته بود روی وزیر کار. همون موقع قرار بود که به هر حال داریوش فروهر به عنوان وزیر کشور انتخاب بشه، ولی میگفتند که به خاطر اینکه وزارت کار مسئولیت سنگینی داره، خب اون موقع کشور 30-35 میلیون جمعیت داشت و با این همه درگیری های زیادی بود. من یادم اعتصاب هایی بود، بیکاران بودند، کارخونه هایی که پاشیده بودند. اون موقع صندوق ها تا این حد مسئله نداشتند، صندوق های بازنشستگی اصلا یک جامعه دیگری بود، ولی با این همه مسئولیت وزارت کار سنگین بود. همچین که انقلاب انفجاری گذشته، چند روز بعد وزارت کار 800-900 نفر در اعتصاب بود و کارگران حق خودشون رو میخواستن. از اینجا به اونجا، درگیری اعتصاب از اینجا، زامیاد و کارخانه های دیگر و نفت و همه مسئله داشتن در اون دوره. خب یک وزیر کاری مثل داریوش فروهر با تمام پیچیدگی هاش اونجا چند ماه بیشتر دوام نیاورد توی وزارتخانه کار. شما ببینید بعدها وزارت کار در این دولت ها همواره دست سیاسترین وزرای اینها میچرخید، به خاطر اینکه شما حساب بکنید الان چند ده میلیون نفر با وزارتخانه کار در ارتباطه. اتحادیه های کارفرمایی، اتحادیه های کارگری، صندوق های بازنشستگی، صندوق تامین اجتماعی و اصلا ارتباط این وزارتخانه با وزارتخانه اقتصاد، با وزارتخانه های دیگر، کسی که تقریبا به ساختار دولت آشنا هست و مسائل گوناگون و اتاقها و خود خانه کارگر رو نمیدونم، شوراهای کار، شوراهای تعیین دستمزد، همه اینها به گونه مرتبط میشه با وزارتخانه کار. حالا سر یک چنین وزارتخانه با این همه مسائل بحران، که بحران بزرگ معیشتی و امر تورم و مسئله در واقع اصلا بحران پولی و غیر ذلک هست، شما اینا رو بدید دست یک وزیر نادان و بعدش هم درگیری هایی که وجود داره در با اون افرادی که مسئولیت های اقتصادی دارن، هر جایی که این میرفت بنبست بود. خب این در عرض فکر میکرد که میره اونجا میشینه و یه حقوقی میگیره و 4 تا آدم رو میبینه و
برای خودش برای یه 40 سالی از عمرش گذشته، حالا کجا نه تجربه اجرایات کاری داشته، نه دانشی داشته، نه مثل اون مارخورد افیهایی که در این دولت های گوناگون مثل اون شریعت مداری که یک دوره وزیر کار بود که 30 و خورده سال در کل این 40 سال در وزارتخانه ها چرخیده بود. خب اون شریعت مداری یکی از این وزرایی بود که سالها با اینها بود دیگه و اون داشته مدت ها وزارتخانه رو. به هر حال شرایطی که محمد شریعت مداری منظورم هست، شرایطی که بود این رو، این وزارتخانه رو دادن به این و این هم با ادعاهایی که من با 1 میلیون تومان کار درست میکنم یا با طرحهایی که مثلا برای بازنشستگان اومده بود گفته بود خب اینقدر پول به بازنشستگان بدیم و محاسبه ایم که میکنه و میکرد، هیچ یک از حرفهایی که و طرحهایی که میآورد قادر نبود که دفاع بکنه. چند بار هم رفته بود در مجلس حرفهایی زده بود که اونجا نتونسته بود مجلسیان رو متقاعد بکنه و درگیری های شدیدی در تمام این دوره 300 روزه هم با تیم اقتصادی هم با مجلس منتقدانی که بهش برحال حمله می کردن داشته. بعد از این مدتی برحال استعفای دوم خودش رو نوشت و این هم مورد پذیرش قرار گرفت. اشتباه در خاطر ما باشه که امروز این اعتصاب هایی که تمامی کارگران و دستمزدگیران و وابستگان به صندوق تامین اجتماعی و بازنشستگان و همه اینها زیر پوشش یا صندوق های تامین اجتماعی هستند یا به گونه با مسئله دستمزد در ارتباطن، در واقع سمت و سوی اصلی بسیاری از این اعتراضات و اعتصاب های کارخانه ها و واحد های کار متوجه وزارتخانه کار می شد، به گونه ای که حتی خب اون طرف هم اتحادیه های کارفرمایی بودند که باید در تعامل مسئله دستمزدها رو تعیین میکردن. عرض کردم مسائل حقوقی مربوط به صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی و غیر و ذالک هم دامن این رو میگرفت. این وارد یک گردابی از ماجراها شد. تازه فهمید که آقا مسئولیت اجرایی گویا به این راحتی هم نیست که یکی دوتا کتاب با اون عرض کردم طرحاتی که نوشته بود کار رو خیلی ساده تر از اون. آیا هیچ کس دیگری میتونه؟ در این روزها سوال این بود. قطعا نه. این وزارتخونه یکی از بحرانی ترین وزارتخونه است. اصلا هیچ مدیری، هیچ وزیری نمیتونه هر چقدرم بخواد ترفند بازی بکنه با این موج چند ده میلیون دستمزد به ایران و کشور، با این همه مسائل تورم، با نبود خزانه و پول و نقدینگی که حبس شده، طبیعی است که هیچ کس دیگری نمیتونه. شعار میدادن مردم در کوچه و خیابان در شهرهای گوناگون، تورم 100%، افزایش 10%، یعنی حقوق ما 10% افزایش پیدا میکنه و تورم هم در کشور 100%. خب این مربوط به این ماجرا آقای بهوانی گرام. خیلی هم خوب. اما بذارید بریم سراغ یه ماجرای دیگر و اون اینه که یه سریالی اسرائیلی ها ساختن به نام تهران که این توی شبکه تلویزیونی اپل، یعنی اگر دستگاه اپل یا اپل تیوی رو داشته باشی یا حتی اگر روکو داشته باشی میتونی با ماین من 5 دلار 10 دلار اپل تیوی رو هم به اون صفحه روکوی خودتون اضافه کنی. ولی اگر اپل تیوی دارید که خب اونجا هست، این دیگه خود اپل رو میتونی تماشا کنی. به هر حال اسرائیلی فیلمی رو درست کردن، یک سریالی درست کردن به نام تهران که یه قسمت 6 7 قسمتی بود که پخش شد، دوباره یه قسمت دیگه اومد و حالا سری جدیدش وارد شده که تو این برنامه‌ای که جمعه گذشته، یعنی همین پیروزا روزای جمعه این ویدیو بیرون میاد پخش کرد، براخره اول که شروع کرده بود خیلی موسیقی به نظر می رسید و می کردیم که این خیلی دروغ میگه اسرائیلی، ولی اون موقع سال 2 سال پیش انقدر اسرائیلی ها اینجوری دست باز عمل نمی کردن که امروز عمل می کنن. تا جایی که دیدیم که جمهوری اسلامی در پاسخ به آژانس گفته که این جایی که اورانیوم دیدین شما
از کجا معلوم که کار اسرائیلیا نباشه که اونا آورده باشن گذاشته باشن؟ یعنی خودش هم اذعان داره به اینکه اونها در ایران تا چه حدی دستشون باز. اما نکته جالب تو این فیلم است، این جمعه که پخش کردن بخش آخری این سری رو، نه بخش آخر سری رو، آخرین قسمت که روز جمعه پخش شد، بالاخره میخواد اسرائیلی‌ها یه فرمانده سپاه رو بکشه و این ماشینش رو خرابکاری میکنه. وقتی که گفت خیلی جالب بود این حسن تصادف یا این زن تصادف، نمیدونم چی اسمشو بذارم، که اسرائیلی از اون ور در فیلم سینماییش نشون میده که چجوری تو ماشینه سابوتاژ کردن، خرابکاری کردن، ماشین ترمزش نگره، و این که میگن این افسره در اثر تصادف رانندگی کشته شد، منو خیلی مشکوک کرد به این داستان. این دوتا افسری که کشته شدن چه اثری میذاره روی خود نظام جمهوری اسلامی به نظر شما؟ خب ببینید جناب مهمانی، ما دو ماه پیش موقعی که اون هشت، اشتباه اگر نکنم در اون قسمت های اول، هشت دوره بود، هشت فیلم بود که نشون داده بودن. بعد من قسمت جدیدش رو که حتی بگونهی به مسئله فرامرز طالبی و به گونه‌ای غیر مستقیم به خود این زنی که به شکل برحال شکدم که در اونجا بود، در این قسمت ما حدود دو ماه پیش صحبت‌های داشتیم با هم دیگر. تازه این سریال، در واقع سری، اگر اشتباه باز نکنم، این سری جدیدی که الان شما فرمودید، اون موقع قرار بود بیاد که یک مختصری از این رو هم در اینجا و اونجا در تیزرها و در جاهای دیگر در نقد اون هم من مطالعه کرده بودم، با خبر شده بودم و گزارشی از اون که این سریال تهران در اونجا داشتم در دو ماه پیش. ببینید چقدر این مسئله، مثلا به فرض فیلم گاندو، درگیری های بین سازمان های گوناگون اطلاعاتی، تناقض و درگیری ها، اختلافاتی که بعدها ما بین این جناح‌های گوناگون اطلاعات سپاه، وزارت نمیدونم اطلاعات، درگیری بین تائب‌ها، برادران تائب با اون جناح‌های دیگر حفاظتی‌ها و نمیدونم آج و دنباشی‌هایی که در جاهای گوناگون کار می‌کنند و در اطلاعات خود دولت کار می‌کنند، و اینها رو ما در فیلم گاندو هم دیدیم و بعدش هم سرایت اون به اختلافاتی که داشتن با یکدیگر به کل نظام امنیتی و سرکوب هم و این درگیری های شدید بین خودشون رو ما در سراسر دوره شاهدش هستیم. امروز هم این فیلم ها در واقع به گونه زندگی دو سازمان اطلاعاتی رو یاد برغال به یاد میاره که در 40 سال پیش در زمان جنگ سرد ما در فیلم هایی که روسا می ساختند با امریکایی ها و یا انگلیسی ها می ساختن، شبکه های اون موقع آلمان اون دوره می ساخت، و بعد در این فیلم ها به هر حال نشون می داد که این جاسوس ها چطور علیه هم دیگر در زمان جنگ سرد مبارزه می کردن. به فرض جاسوسی تا بی نهایت با هم دیگر، دو جاسوس کنار هم دیگر می شستن و بعد هر کدومشون مست می شدن، بعد یکیش می رفت در دستشویی ماده ضد الکل میخورد، استفراغ میکرد، دوباره از اون حالت معده را خالی میکرد، بعد میومدن بیرون، و از این چیزهای ریز گرفته تا کارهایی که در میادین اصلی در آمریکا میکردن یا در مراکز تجسسی و نمیدونم علمی آمریکا و یا در روسیه صورت میگرفت، در مراکز اتمیشون صورت میگرفت، و این جنگ سرد چه چهره‌ای داده بود به شرایط اون دوره روسیه و آمریکا، جنگی که همچنان ادامه داره. خب این جنگ سرد در واقع مدل این امروز سرایت پیدا کرده به دو سیستم امنیتی، اسرائیل و ایران. ایران با تجربه پس از 40 سال، 50 سال، به هر حال که حالا 44 سال از این حکومت میگذره، ولی پس از 40-50 سال از اون نوع جنگ سرد متمرکز که یک کشور اتحاد جماهیر شوروی با اون همه کشورها و قمرهایی که زیر نظرش بوده و با
امکانات بسیار بسیار بالای کشورهایی که از اونها از خزانه اونها استفاده میکرد و تجهیزات اتمی و کاگبه و غیر ذلک به دست آورده بود که در مقابل آمریکا ایستاده بود. خب این فرهنگ یا این امکانات و ادوات و اسبابهای جنگ سردی جاسوسی رو فراهم کرده بود. شما ببینید تمامی این بار به لحاظ تاریخی و به لحاظ امروز وارد از جنبه های اجرایی و عملیاتی و مختلف اومده وارد دستگاه جاسوسی و امنیتی رژیم شده با یک تفاوت بزرگ، با یک تفاوت فوق العاده بزرگ که اگر این تفاوت رو ما درک بکنیم اون وقت ماهیت این رژیم رو هم درک کردیم. ببینید این رژیم کاگبه در اون زمان اکیداً متمرکز بود، اگر نفوذی از بیرون به فرض بود این نفوذها به هیچ وجه با دو دسته، سه دسته، چهار دسته در درون یک سازمان امنیتی و سرکوبگر مثل رژیم فعلی یعنی دستگاه امنیتی رژیم نبود. هیچ وقت شما در اون دوره ها با این حد از نفوذ، سابوتاژ، تخریب سازمان های چندگانه جاسوسی غرب یا CIA در درون کاگبه شما روبرو نبودید. برحال عصر ما جوانهای اون دوره بودیم، تمام این تاریخ توی ذهن ما هست، احتیاج نیست که بریم الان کتابا را بخونیم. ببینید چقدر چند دستگی، چقدر اختلاف در درون این چیز هست. در همین سریال تهران در نقطه‌هایی که من خوندم و اطلاعاتی که دارم اسرائیل سعی میکنه سازمان جاسوسی در این فیلم اینطوری نشون میده که سازمان جاسوسی ایران قوی است و در نفوذ در جاهای دیگر، در تعرض، در ضربه زدن، در عملیات انتحاری کارهایی میکنه که قوی است. اما یک چیزی وجود داره به دلیل چندستگی در این سازمان و بعد به دلیل از لحاظ دفاعی و از لحاظ سیستم های ضد جاسوسی به غایت ضعیفه. تمام این مرگ ها، قتل ها، ترور هایی که ما داریم میبینیم چه مشکوک به نظر میاد که رژیم خودش کرده باشه، چه عمدتاً که ما میشنویم که اونها کردن، در این 22 روز اخیر 6 ترور صورت گرفته. 2 نفر رو مسموم کردن از سردارانشون رو، 2 نفر رو ترور کردن، باز 2 مورد دیگر وجود داره که در همین یک ماه اخیر در واقع قتل هایی هست، ترور هایی هست که خب اسرائیل کرده. با این توضیحات میخوام ویژگی های درون سازمان اطلاعات سپاه و دیگر دستگاه های امنیتی رژیم رو بگم که اینها چند دستن. اگرچه سیستم های نفوذ در جاهای دیگر، تخریب اینها در اینجا و اونجا، اینها یک کارایی رو دارن میکنن، ولی به دلایل گوناگون ما میبینیم که اسرائیل انواع نفوذها رو در اینا کرده. به همین چندی پیش دوباره رفته بودن یک سپاه ویژه‌ای برای حفظ تسلیحات، سامانه‌های تسلیحات اتمیشون ایجاد کرده بودن. هر کاری که میکنن یک جای دیگر باسمون نفوذ رو شما میبینید. شما اشاره کردید به یک ترور، ببینید چقدر مدل سازی میشه در اونجا. در اون فیلم همین گونه در واقع طرف میاد سرهنگ سپاه رو میگیره میکشه، بعد چند روز بعد، یک هفته بعد یک سرهنگ دیگه کشته میشه. ادهی میگن که این رو این اونو لو داده و رژیم اینو کشته، ادهی دیگه میگن که این به دنبال همون قتل و همون ترور این رو هم زدند. فراموش نکنیم شکدم که ما این همه میگفتن که اون یارو فخریزاده رو، دیگری رو بعد میگفت که با چند ده نفر از اینها در ارتباط بوده، اطلاعاتی رو انتقال داده. هنوز این پرونده ها واقعا معلوم نیست. یعنی شما با یک مجموعه ای از نفوذ اسرائیل، سازمان موساد برای اینکه آماده بکنه و ضمناً ضربه بزنه، شما با یک شبکه ای از، یک زنجیره ای از عملیات ترور شاهدش هستید. و اینها در واقع در کنارش این فیلم هایی هست که می سازند. این فیلم ها نشانگر این هست
که چه فضای سنگینی در دنیای اطلاعات و ضد اطلاعات، جاسوسی و ضد جاسوسی، مثل اون فیلمایی که در زمان جنگ سرد درس کردم بود، و بخش کوچکی از اینها درز میکنه به بیرون و مقاصد معینی رو هم دنبال میکنند. همون لحظه ای که در همون فیلم تهران، سریال تهران در این نشون میدن، همونجا به همون شیوه میزنن که بگن آه ببین قدرت ما رو ببین اینطوره. البته امشب دیگه به قسمت‌های دیگری که اسرائیل به هر حال بعد صحبت‌های نفتالی بنت که میگفت من سر اختاپوس رو، قلب اختاپوس رو، سرش رو خواهم زد نه پاهایش رو، در قسمت دیگر بعد صحبتی که راجع به مسائل مالیات و کسبه و اینها خواهیم کرد، بخش اقتصادی، حتما به این بحثا هم خواهیم پرداخت جناب بهبانی عزیزم. ممنون از توجه. بریم سراغ اعتراضات بازار. صدای شما رو ندارم آقای. ای بابا. بریم سراغ اعتراضات بازار. ببینیم که این ریشش در کجاست و این بازاری ها چه میگوین. البته یه چیزی من در مقدمه بگم و اون این که وقتی مردم میگن آیت الله بی بی سی، من اول خیلی ناراحت می شدم، تعجب می کردم آخه برای چی میگن به این بی بی سی. ولی الان یه دو هفته یه هر چی نگاه می کنم می بینم حق به جانب مردم بود. از نوع گفتگوهایی که پخش می کنن، خبرهایی رو که اعلام می کنن، نحوه نگارش خبر، همه اینا داله بر اینه که یک گروهی که اون تو دارن کار میکنن تو بخش فارسی ظاهرا طرفدار این وضع موجودن و فکر میکنن این بهترین رو نباید دست بهش بزنن و تغییر بدن. خیلی حیرت انگیزه. حتی در مورد این اعتراضات اعتصابات بازار و اینام حرفای مشکوکی میزنن. امروز طبیعی است که این بازاری که امروز وجود داره با بازاری که سال 57 وجود داشت اصلا یکی نیستن، دو تا موضوع مختلفن. جهان تغییر کرده، اون مال نیم قرن پیش بوده، 40 چند سال پیش بوده، امروز یه وضع دیگه است. امروز اصلا مارکت اینترنته، شما دیگه لازم نیست به فروشگاه مراجعه کنی، از تو خونت حتی غذا رو این روزا اوردر میدی برات میارن، کاهو و سبزی و نمیدونم هرچی. و اینا رو گفتم برای این مقدمه که واقعیت داستان رو از زبان شما بشنویم، ببینیم که واقعا چی این موضوع اعتراضات و اعتصاب بازاریان از کجا نشأت میگیره. بفرمایید تا بشنویم. اجازه بدید من یک نکته ای رو عرض کنم که کمتر تا واقعا تا الان راجع به ساخت بازار من خودم از کسی در این روزها از این تلویزیون های رنگارنگ نشنیدم و این کمبودش هم اینجا احساس میشه. این رو میگم که به هر حال یک سری از همکاران ژورنالیست من هم حتما میرن و این منابعی رو که بنده از اون دسترسی داشتم و این طبقه بندی که من میکنم شاید مورد استفاده اونها قرار بگیره، چون ژورنالیست های ما در همین ایران اینترنشنال و جای دیگر حتی همکاران من به این امر اشاره کمتری داشتن، ولی من اینجا این وظیفه رو میذارم که چون بحث جدی هست و بسیار بحث جدیدی هم هست، این طبقه بندی رو انجام بدم. گفته شد که بازار سابق نیست. گفته شد که خواسته های در واقع کسبه امروز یا خرده فروشان یا حتی در سطح یک کمی بالاتر با مسائل دوران قدیم فرق میکنه. ساخت بازار رو به طور به هر حال یک ابعادی از اون رو توضیح دادن. ولی اجزای این و شرح دقیق این در یک بیان فشرده فوق العاده اهمیت داره. این رو بحث رو باید از اینجا شروع کنیم که ببینید جناب بهبانی، بازار گذشته ما در سال 57 یا آغاز یا دو دهه 40 و 50 ما یک ساختار اون موقع میگفتیم بورژوازی تجاری، یعنی بخش تجاری سرمایه‌داری ایران. این بخش تجاری سرمایه‌داری ایران عمدتاً یک بخش سنتی اقتصاد بود.
چرا؟ چون جامعه هنوز به اون تغییرات ساختاری حتی پس از اصلاحات ارضی که از یک نظام ارباب و رعیتی یا فئودالی جدا شده بود در دهه 40 به تدریج و در آغاز دهه 50 که صنعت رشد بزرگی نسبت به حتی کشورهای خاورمیانه، ما پیشرفته ترین کشور بودیم در آسیا به عنوان یکی از پیشرفته ترین کشورها، ساختارهای صنعتی تشکیل شده بود، شکل یافته بود، قوام و تا حدودی دوام یافته بود. اما صنعت در واقع علارغم این که بسیاری از صنایع، حتی صنایع مونتاژ ماشین بود، دارویی بود، نمیدونم وسایل خانگی بود که لاجوردی ها و خیامی ها و کی و کی و کی در اون دوران آورده بودند، اما باز هم در کنار این ساختار اقتصادی یک ساختار بخش تجاری بود که از اقتصاد سنتی دوران در واقع همون نیمه فئودال نیمه سرمایه‌داری صنعتی تشکیل شده بود. در ساختهایی که اون دوره در کتابهایی که مربوط به ساختهای اقتصادی نوشته شده بود در اون دوران که از نگاه جامعه شناسی و از نگاه اقتصادی که کتابهای زیادی هم نبودن واقعا، من خاطرم از به عنوان یک دانشجوی اقتصاد به عنوان یک به هر حال علاقمند اقتصاد دنبال میکردیم، یک ساختی رو بیژن جزنی برای سیاسیون نوشته بود که از مقالاتی بود که خلیل ملکی و دکتر صدیقی و یک سری از به هر حال صحبتهایی که خود او به خاطر اینکه به هر حال تحصیل کرده جامعه شناسی به علوم سیاسی بود و بسیار آدم کوشایی بود و پرکاری بود و در زندان اسنادی داشت که اون رو نوشته بود، یک کتاب ساخت بود که بعدها اون سفری که از رهبران حزب توده بود داده بود، یک کتابی بود که بعد از انقلاب آقای فرهاد نومانی داده بود، یک کتاب، یک چندین کتابهایی بودند که در واقع دیگرانی که اقتصاددان نبودن نوشته بودن و ضمناً گزارش‌هایی بود که گزارش‌ها و کتاب‌هایی بود که بسیار بسیار مورد اعتماد بودند که از درون خود وزارت برنامه سازمان برنامه بودجه اون دوران گزارشاتی که بانک مرکزی میداد، برنامه بودجه میداد و اونها بسیار قابل اتکا بودند. و بعدها خب ما شخصیتهایی رو در اون دوره که احمد اشرف و دیگران به خود دورانی که به هر حال ابتهاج‌ها در وزارت برنامه بودجه بودن، این گزارشات چه بانک مرکزی چه قسمت‌های گوناگون دیوان سالاری در ایران میداد، موقعیت این قسمت از سرمایه تجاری رو در اون دوران توضیح میداد که اینها بخشایی بودند که اقتصاد سنتی ایران رو و تجارت‌های داخلی و اون چی که از ساختای داخلی تولیدات داخلی می اومد به هر حال شبکه‌ای از بازارها و میادین ایران اینها رو نمایندگی می‌کردند و از لحاظ تاریخی یک پیشینه چند دهه‌ای داشته، از زمان پس از مشروطه به تدریج شکل گرفته بودن، اما اینها در واقع به لحاظ دیدگاهی، به لحاظ فکری، به لحاظ ساخت اقتصادی وابسته به دستگاه بازار، وابسته به روحانیت بود. بازار و روحانیت در متن هم دیگر تنیده در هم دیگر بودند و در مقاومت‌هایی که در مقابل، چون احساس می‌کردن که زیر فشار بخش‌های جدید سرمایه‌داری داشتن خرد می‌شدن، زیر فشار بودند، هر روز فروشگاه‌های بزرگ می‌اومد ساخت جدید سرمایه‌داری اینها رو به لحاظ بانکی، به لحاظ تولیدی اینها رو زیر فشار می‌برد، بازارها و میادین و بخش تجاری سرمایه‌داری زیر فشار بود. این در اون دوران شرایطی بود که به هر حال ما می‌دونیم که بعدم به لحاظ سیاسی اینها رو دستگاه روحانیت رو با دستگاه بازار نزدیک می‌کرد، در حالی که بخش دیگر سرمایه با دربار نزدیک بود و این قطبندی بخش سنتی و دربار و در مقابل اون بخش تجاری و روحانیت یکی از بحران‌های بزرگی بود که ما در بخش سیاست داشتیم که بعداً به هر حال روحانیت رو در مقابل اینها گذاشت، در حالی که دستگاه فکری جبهه ملی همراه با بخش سنتی، عمدتاً بخش سنتی و میتونست همراه با ساخت مدرن دولت همراه باشه، ولی این هنوز این شکل یافتگی وجود نداشت. اگر بخوایم از نگاه نهاد شناسانه به نهادهای اون دوران، به بازار، سرمایه، بخشای گوناگون
سکتورهای گوناگون اقتصادی به دربار به ارتش نگاه بکنی، این چند نهاد تقسیم میشد به لحاظ پایه‌ای، به لحاظ کارکردهای نهادی بین در واقع بخش سنتی که ارتجای خمینی ازش در میومد و بخش مدرن که دولت مدرن که خود دربار سازمانده اون بود، اون هر حالت مدرنیزم از بالا و ساختارهای دیگری که اتحادیه‌های سنتی داشتن. اینها بحث بسیار مهمی است، ولی امروز اون بخشش که مربوط به این جریان سرمایه تجاری میشه رو من میخوام از این در بیارم. پس از انقلاب چه اتفاق میفته؟ پس از انقلاب رشد سرمایه کار خودش رو ادامه میده، سرمایه کار خودش ادامه میده و وارد دالانهای اقتصاد دولتی، در واقع اقتصاد دولتی بعدها خصولتی ها، نصف دولتی نصف خصوصی ها میشه و بعد بخش بزرگی از این سرمایه به لحاظ بانکی، به لحاظ صنعتی، به لحاظ تجاری همه اینها ادغام میشه. روحانیت به لحاظ سیاسی کل دولت رو میخوره و بعد نهادهایی وجود میاد که جای نهادهای پیشین رو میگیره. این 13 نهاد که اختاپوس اقتصادی بیت رهبری همه اینها رو در هم میگیره. این که بعدها دو دهه بعد سپاه پاسداران، امروز دیگه در بالا اقتصاد بخشای تجاری و صنعتی و بانکی و مالی و بورس حتی در این 5 سال اخیر همه اینها در هم تنیده میشه و سر این اختاپوس اقتصادی هلدینگ های بزرگ اقتصادی وجود میاد. اون چندگونگی چند نهادی، نهاد بخش صنعتی اقتصاد، بخش تجاری اقتصاد یا بخش بانکی که رشد داشت میکرد، به اون استقلالی هم که در اون دوره بوده وجود نداره. امروز همه اینها ادغام شده است در دستگاهی به نام بیت رهبری و افرادی مثل مخبر که اینها را زیر نظر خودشون دارن. یعنی زبان ساده کنیم، در بالا سرمایه‌داران بزرگ که بازار و میادین و این بخش تجاری اقتصاد رو دارن، همه اینها خود بیت رهبری، بخش تجاری قاچاق و بخش زیرزمینی اقتصاد هستند که همه اقتصاد رو، تجارت رو زیر نفوذ و عملکرد خودشون دارن. پس این بازاریان و کسبه وابستگان مثل دوره قبل، خرد سرمایه‌داران و خرد کسبه و بازاریان وابسته به بخش تجاری اون دوره نیستند. در اون دوره خود کل بالای این بخش هم استقلال نسبی داشته از قسمت صنعتی و حتی دستگاه در واقع دولت اون دوران، یعنی دربار و دولت، نتونسته بود این رو زیر چیز عملکردهای خودش بگیره. استقلال نسبی اونها وجود داشت. سرمایه‌داران و به اصطلاح بورژوازی تجاری در مقابل حتی بازار، در مقابل شاه می ایستاد، دربار می ایستاد، دولت می ایستاد. امروز در بالا هیچ گونه مقاومتی وجود نداره. همه کسبه خرد ما، بازاریان خرد ما در واقع به گونه ای در دست یک نوع بازیچه‌هایی هستند، در دست میلیاردرهای یا میلیونرهای دلاری و اینها مثل دستمزد بگیرن، به گونه ای مثل دستمزد بگیرن، سرنوشت اینها رو پشت تاریخخانه های انحصاری و اقتصادی و قاچاق در واقع بخش اون زیرزمینی اقتصاد، سرنوشت این بیچاره ها رو هم اونها تعیین میکنن. ما یک چیزی به نام کسبه خرد و پای مستقله که بعدن یک عده فکر میکنن که اینها قیمت تعیین میکنن، ابدا اینجور وجود نداره. کسبه مثل دستمزد بگیرن، یک کمی حالا ممکنه در یک جایی در سالهای پیش یک حد اقلی از چیز رو داشتن. امروز واقعیت اینه که 80-90% اینها در لای چرخدنده های اقتصاد زیرزمینی، تاریخخانه های اقتصادی، هلدینگ های بزرگ، ستاد اجرایی فرمان امام، مخبر، فاسدینی که امروز بورس رو دارن، همه اینها دام های هستند که برای این خردپا، کسبه خردپا ایجاد شده. خب حالا درگیری امروز چیه؟ درگیری امروز اینه که تا همین چند ماه پیش، تا قبل از اینکه این آیت الله قاتل بیاد، مبنای
مالیات گیری از مادیان یعنی مالیات دهندگان این بوده که اینها سود رو و ماده 97 چیز تجارت رو قانون تجارت رو مبنای سود مبنای مالیات از کسبه قرار داده بودند. یعنی شما می اومدی سود اینها رو حساب می کردی یا گزارش از سود داشتی اون رو درصد می بستی و به هر حال اون دانگ مالیات شما رو می گرفتی. ولی ما می دونیم که در با بودجه 1401 مالیات رشد مالی بخش سهم مالیات رشد 387 درصدی یعنی نزدیک 400 درصد بیشتر میخوان از این تن نحیف اقتصاد ایران که شعار اقتصاد تولیدی رو دادند و گفتند تولید رو میخوان راه بندازند شرکت های دانش بنیاد رو میخوان راه بندازند که چی و چی و چی بکنند عملا هیچ کدوم از اونها صورت نگرفت ولی میخوان از این به هر حال بخش خصوصی یا از مالیات دهندگان در جاهای گوناگون 387 درصد در این بودجه رشد مالیات رقم مالیات هست. خب این رو از کجا میخوان بگیرن؟ از این بازاریان از 166 سنفی که از 135 سنفی که در سنفهای بازار به طور کلی 135 سنف 66 سنف این امروز بازاریان و کسبه به صنایع کوچک اینها دچار بحران کرونایی شدند و واقعا بخش بزرگی زندگیشون رو از دست دادند. حالا شما در نظر بگیرید رکود هست، تولید در هم پاشیده هست، اوضاع گمرک واردات با وضعیت سختی روبرو شده چون واردات هم با ارز در هفته های پیش توضیح دادم واردات با ارز گمرک شش برابری پنج شش برابری در واقع مبناش داره حساب میشه. بنابراین کسبه از کجا باید جنس خودش رو تأمین بکنه که اینها میگن تو گرون فروختی نسبت به سه ماه پیش گرون فروختی باید تعذیر بشی باید مثلا به فرض بیاییم همه چیز تو برداریم نگاه بکنیم ببینیم چطور باید جنس رو تهیه بکنه از بازارهای توزیعی که همون بخش بالای سرمایه بخش تجارت و خدمات و اونهایی که وارد کردند به این کسب و به این بازاریان گران میفروشند و حتی حواله ها و پروفورماهاشون همه قاچاقی است. اینها پولی رو حتی ممکنه پول سیاه بدن به اونها و اون جنس رو بیارن بخوان بفروشند. وضعیت در هم ریخته است، آشفته است در اقتصاد امروز ایران چون از بخش زیرزمینی تهیه میکنن و احتمالش بسیار بسیار بالاست که خیلی از جنس ها رو به قیمت قبل تهیه کردن آوردن توی مغازهشون گذاشتن در دکانشون گذاشتن حالا اون رو که با قیمت دو برابر تهیه کردن در رقابت های سختی تهیه کردن که بیان یه شندرغازی از اون در بیارند بعد مبنای اون فاکتورهای اینها در واقع 30% 40% 50% باید اضافه تر باشه ولی فاکتورهای قبلی روش خورده این ارزانتر هست در حالی که هزینه تهیه اون رو هم خرید اونها بسیار بالاتره. خب در یک چنین وضعیت آشفته‌ای کسبه زیر فشارند از یک طرف در بالا فشار اون سرمایه‌داران اون تاریخ‌خانه هست که همه چیز رو در دست خودشون دارن و این رو به قیمت گرانتر فراموش نکنیم بهای مایحتاج اساسی جهانی بسیار بسیار بالاتر رفته به خاطر این اوضاع جدید قیمت ها در سطح جهان همه قیمت ها اضافه تر شده از وسایل ماشین و وسایلی که از فراورده های نفتی است تا وسایل مایحتاج اساسی روغن و گندم و مواد خوراکی و مواد نمیدونم شیرینیجات و همه اینها قیمت های جهانیش بالا رفته و این در اون عرض ایسته گمرکی هم تأثیر خودش رو داره. خب در یک چنین شرایطی که کسبه زیر فشارند جنس ها رو به قیمت حتی 50% 70% در عرض مدت کوتاهی گرانتر هزینه بیشتری دادند و این رو آوردن در مغازه های خودشون باید اینها رو بیان بر مبنای چه چیزی از اینا میخوان مالیات بگیرن بر مبنای نه سودی که اینها بردند قانون رو عوض کردن
میگن که بر مبنای عمل کرده تراکنش های بانکی، یعنی چه چقدر از بانک گرفتید، بانک چقدر به شما داد، چقدر حواله گرفتید، چقدر نمیدونم چک به فلان دارید، اینها رو زیر کنترل دارن. بعد دستگاه کارتخان اینها رو، همون که ما میگیم صندوق، یا اینکه در آلمانی ما میگیم کاسه، که همون صندوقی که میزنه، ماشین حسابی که توی مغازه هست، اون دستگاه کارتخان اینها که کارتای مردم میاد خونده میشه رو پول اینقدر گرفته اونقدر گرفته، به فرض در طول روز 50 تا مشتری میرن اونجا، 50 تا 200 یا 300 هزار تومانی خرید کردن، اینا مثلا حالا فرض بگیرید 10 میلیون 20 میلیون اون کارت اینها نشون میده که اینها جنس خرید فروش کردن، ولی جنس در واقع فروش کردند، خریدش رو اون دستگاه کارتخان که نشان نمیده، خریدش رو فاکتورهاش نشون میده. و بعد مبنای دیگرشون هم اینه، یک سامانه های حساب هایی دارن که سیادی میگن فروشندگان، و کسبه اون رو مبنای در واقع جنس هایی که از طرق مختلف تهیه کردن و آوردند. به این ترتیب این مبنای مالیات قرار میگیره، و این مالیات گاهی اوقات شما میبینید که 50% 60% از اون چیزی که در دور قبل سودهای اینها نشان میداد باید مالیات بدند، یعنی هستی اینها در واقع سرمایه اینها الان زیر آماج حملات دولت، همین وزارت اقتصاد، همین مخبر، همین فاسدانی که امروز وزارت دارایی چی و چی، باید از اینا بیان بگیرند. و بعدم اگر چنانچه ندند، نداشته باشند بدند، خب دمدستگاه اینا به هم میریزه، اون وقت سازمان و تعزیرات اینها را زیر فشار میذاره، و هستی اینها در این شرایط کرونایی که عرض کردم 66 سنف از این 135 سنف زیر فشار هستند، انواع مشکلات هم براشون هست، تسهیلات بانکی و غیر و غیر، خب این کسبه داره خورد میشه. شما میبینید شاید ده ها شهر از میناب تا نمیدونم تا تبریز تا اصفهان و خوزستان و تهران، تهران امروز کسبه تهران دیگه اومدن به میدان، و این کسبه آمیختن در ارتباطن مثل دستمزد بگیرن در قشرهای فقیر و له شده جامعه هستن، به هیچ وجه چهره کسبه اون استقلال و اون موقعیت شرایط 40 سال پیش از اون انقلاب منحوس رو هم ندارند. من فکر میکنم که این گزارش رو کوشش کردم که با هم به لحاظ نگاه تاریخی و هم در شرایط کنونی این گزارش رو به عرض شنوندگان برسانم. قربان. آره، و از اتفاقات جالب تو همین زمینه، تو این طرحایی که اینا شب روز خودشون درور میکنن به قول یارو، اون یکی که مشاور اقتصادش میگه کاری نداره، ما 10 تا آمریکایی گرو میگیریم، یکی 1 میلیارد میگیریم میشه 10 میلیارد، این که آسونه. اون یکی میگه نمیدونم، حالا ما میخوایم بریم حسینیه کنیم کاخ سفید. اما این رفیق من یه تیکه ای از نمیدونم توییتر کجاست برای من خلاصه فرستاده، نوشته چرا خودکارهای بانک رو با تناب بستن ولی صندوق امانات نه نگهبان داشت نه دوربین؟ چرا مردم این همه دلار و طلا رو توی بانک قایم کردن؟ این همه دلار و طلا رو برای چی مردم تو بانک قایم کردن؟ چجوری میشه که 15 نفر ایرانی توی یه کار تیمی اینگونه موفق عمل کنن؟ اینم نکته جالبیه که تنز قضیه است. و آخر میپرسه که چجوری بدون هیچ سرنخی، هم از فیلم دوربین مدار بسته و غیره، به این زودی دستگیر شدن؟ اینا که پارسال بانک سپه رو زدن چجوری آزاد شدن که امسال بانک ملی رو بزنن؟ چی بود این ماجرا؟ هیچ کس باور نکرد این قضیه رو. چرا؟ ببینید آقای بهبانی عزیز، هر بار که یک ماجرایی در وضعیت، حالا یک ساختمانی میریزه، یک دزدی هست، یک فسادی هست، یک دادگاهی داره، یک ادارو حتی به عنوان اختلاسگر داره میگیره، همواره شما
دیگه مردم واقعا به درستی دیدند. در اون هفته اول، در اون روزهای اول نمیشه واقعا قضاوت کرد، چون اینقدر شما با یک دولت فاسد، دروغگو و چند لایه‌ای روبرو هستید که شما نمیدونید گاهی اوقات این طرف خودش چیکار داره میکنه و چی میکنه که بعد چه بازی رو پیش ببره. و همواره شما باید ببینید که یک کمی بگذره تا این اطلاعات، تا این ماجراها روشن بشه، شما تقریبا بتونید یک ارزیابی نسبتاً تشخیص درستی شما بدید. خب ما با یک چنین دولتی روبرو هستیم، جنایتکار، فقدان اخلاق و هزار تویی که در واقع عمل میکنه. خب ببینید، اینها الان میگن که ما اونا رو دستگیر کردیم. بخش بزرگی از این چیز رو میگه ما میدونستیم. اول که میگفتم ما نمیدونستیم، الان میگن که این صندوق ها رو، همین مورد رو جنابعالی من صحبت کردیم، شما گفتید آقا در آمریکا، به درستی هم گفتید، اینها نمیدونن که چقدر تو این صندوق ها گذاشتن. الان میگن که ما اصلا میدونستیم که اینا چی گذاشتن تو این صندوق ها. الان همون بانکی ها اومدن میگن که ما از موجودی اینا خبر داشتیم. خب از کجا خبر داشتید شما؟ چطور خبر داشتید؟ جاسوسی خبر داشتید؟ از اونا خودشون گرفته بودید؟ ما بیمه اونها به شما گزارش داده بود؟ من دفعه پیش عرض کردم که بیمه، بسیاری ها میرن به یک گونه ای در یک جایی با بیمه ای صحبت میکنند و میارن، ولی ما میدونیم که بخش بزرگی از اینها هم مردم در خانه های خودشون رقم، حدودا یک چیزی اگه اشتباه نکنم 400 هزار دزدی، تکدی و زوربگیری در عرض همون سال 99 بود اگه اشتباه نکنم پلیس گزارش کرده بود. شما ببینید اینا که از امنیت در کشور حرف می زدند، صدها هزار زوربگیری، دزدی خیابانی، حمله به خونه های مردم، به باغ ها، به مغازه ها، شب روز، در روز روشن. خب این پولا رو می گیرن، مردم دیگه کجا داشته باشن ببرن بذارن؟ در صندوق امانات بخشی رو بردن، در صندوق امانات گذاشتن. خب دولت خودش از هر زوربگیری بدتره، از هر دزدی بدتره. برای اینکه حساب اینها رو داشته باشه، من یادم نمیره دور قبل یکی از این وزرا به روحانی گفته بود، الان باید یادم بیاد، گفته بود آقای روحانی مردم 30 میلیارد دلار پول در ارز خانگی وجود داره، یه کاری بکنید که این سیستم بورسی ارز خانگی، یکی از این وزرا بود یا وزیر اقتصاد بود یا وزیر کار اون دوره، باید یادم بیاد، این با این ارز خانگی شما میتونید از این به بعد مشکلات به هر حال بحران پولی و نقدینگی رو حل بکنید، احتیاج نداری که پیش فروش بکنی، آینده فروشی بکنی، از طریق فروختن این و این و این یا اوراق نفت یا کارهای دیگر ارز مردم رو از اینا بگیر. خب این بحثا در اون دوره هم شد، بخشی از اینها رو هم از طریق سیستم بورس جیب‌های مردم رو خالی کردن. ولی خب مردم هم در این مسائل، بخشی از مردم که وضعشون بهتر هست، اون بخش کوچک، اون قشر کوچک، این امکانات خودشون رو که دارن میبرن در همین صندوق امانات در اونجا گذاشتن. حالا ممکنه عده‌ای از خانواده‌ها واقعا 40 سال به هر حال خودشون رو بردن. من یکی از افراد آشنا و فامیل گزارش میکرد که در نزدیکان خودش حدود 30-40 سال زندگیشون رو یک تعدادی سکه داشتن، مال فرزندی که مدتی بود به هر حال زندگی را انداخته بود، از دختری پسری تمام عمرشون رو برای دوران پیری گذاشته بودن، یک روز تو خونشون همه رو اومدن بردند. امروز دیگه ناامنی، عدم ایمنی تمام زندگی مردم رو تهدید میکنه. خب اینو برمیدارم میبرم توی صندوق امانات، با چی روبرو میشن؟ با دزدان بزرگ، دزدانی که 14 ساعت یا 12 ساعت میرن زیر زمین، همون سیستم اینا رو حمایت میکنه، اینا میرن همه رو خالی میکنن، همه رو برمیدارن میبرن یه جایی، بعدم میان میگن آقا ما همه دزدا رو پیدا کردیم، یک عده رو ترکیه، یک عده رو فلانجا، یک عده رو در زیر زمین. بعدم اینها مقاومت کردند، بخشی رو بردند. حالا کدوم بخش رو بردند؟ بخش مربوط به اسناد
بیت کوین رو بردن یا اسناد دیگر رو بردن، چه بخشیش رو نگه داشت همین کسانی که سازمان دادن این دزدی رو، یعنی دزدانی که در واقع همه رو با بار و شطور رو با بار میبرند، روز روشن اومدن و زدن، یعنی خود دولت، یعنی بخشای از خود همین رئیسی، از همین مخبر این کار رو انجام میدند. حالا چه هدفی دارن؟ خب روشنه، به مردم میخوام بگین که ارزهای خانگیتون رو بیارید بریزید، پول موجود نیست، 7 میلیارد سئول کره جنوبی خبری نیست، جاهای دیگر فروش نفت خبری نیست. در عرض این 100 روز جنگ، 100 خرده روز جنگ، روسیه میگن بیش از 100 میلیارد دلار از نفت و گازش سود برده، به جای ایران اونها دارن میبرند، فروش خبری نیست. در یک چنین شرایطی خب دولت باید به این صندوق‌های امانات رو یا به بخش‌های دیگر بگه آقا ببینید این صندوق‌های امانات قابل اطمینان نیستن، ایمن نیستن، بیارید توی بانک‌های خودمون بذارید. میخواد بانک‌ها ارزهای خانگی رو در دست خودش داشته باشه، با اون بتونه به هر حال این روزهای سخت رو حالا یه جوری بخواد کاهش بده سختی به فشارش رو. آقای بهبار خیلی جالبه، شما درست میگی که این از کجا میدونست که اینا چقدر پول دارن؟ بعد میگه فرار کردن، رفتن خارج، زنشو برده، من برگردوندی، بعد یه مش عکس فیلم نشون میدن از پول و نقره و طلا و اینا، نمیدونم. بعد میگه نمیدونم سکه رو داده، ماشین خریده، دوباره 80 تا سکه رو داده، نمیدونم یه ماشین دیگه خریده. اینا ظرف این 4-5 روز چقدر کار انجام دادن و این خیلی حیرت انگیزه. و اینا، اما برگردیم به وضعیت معیشت مردم، اون چیزی که سوال اصلیه و این دوباره افزایش قیمت دلار، این تا کجا میتونه این داستان ادامه پیدا بکنه و اینها صدمه ای از این بابت نبینه این دستگاه حاکمه؟ دوست خوبی، یکی از دوستان خوب من به من گفت که فلانی، یکی از دوستان مشترک ما گفته که پیغام داده برات که بخشی از صحبتات تکراری است، به ویژه در مورد همین مسئله دلار و اینها. گفتم برید یقه آقای بهبانی رو بگیرید که هر بار از من سوال میکنه که دلار چرا اینجور شده، و برید واقعا ببینید که خوشبختانه یا متاسفانه چرا وضعیت اوضاع گزارشگران اقتصادی معمولا در خیلی از کشورها اینقدر از گزارشگر اقتصادی انتظار ندارن که این همه تلاطم باشه. شما ببینید امروز یکی از شغلهای داخل کشور این شده که این نشریات چیزای اقتصادی رو که می نویسن پرتیراژ‌ترین در واقع گزارشات هست، چون مردم در زندگی و معیشت اینها هر روز تلاطمه، هر روز یک تغییراتی وجود میاد که اصلا تصور نمی کردن یک ماه پیش اینطور. خب این کنجکاوی به اقتصاد مثل ریاضیات و شیمی خشکه. من یادم هست که ما در واقع دانشجویان اقتصاد واقعا تعداد ما در دوران خود ما کم بودند، یا یکی میرفت حقوق میخوند یا مهندسی میخوند یا میرفت یک رشته هایی که به هر حال حالا علاقه‌مند بود. معمولا دانشجویان اقتصاد تعداد خیلی کمی بودند، خود اقتصاد رو تعدادش 60 تا اینجا 70 تا اونجا در اون دوران ما. در همین آلمان هم خود رشته اقتصاد رو کم میخونن به خاطر اینکه یک نوع به هر حال حالا رشته های فرعیش نمیدونم بیمه و چی بیشتر مورد توجهه، چون این اصلا توجه به امر آمار و ارقام نمی گنجه. مردم اینقدر دنبال آمار و ارقام نیستن، ولی وضعیت زندگی مردم یک روز وضعیت کسبه ما، بازاریان ما، یک روز مسئله تورمی که الان توی خیابان شما ببینید مردم معمولی شعار میدن در اون کوچه پس کوچه های شهرهای دور افتاده ما، شعار میدن تورم 100%، افزایش 10%. شما نگاه میکنید که بچه هم داره میگه تورم 100%.
خب یه بچه کلاس 3-4 چرا باید این لغت به گوشش خورده باشه؟ چون این شده زندگی های بهوانی، زندگی روزمره، گرانی تورم. هر روز که بلند میشن حتی آبی رو که میخورن باید قیمتش رو گرانتر بدند، یک شیشه آب فلان. خب میشنون دیگه. در یک چنین وضعیتی هست که مردم دارن میسوزند، شرایط جامعه اینطور شده. بارها در اینجا گفتیم، یک بار دیگر باید مجبور بشم برای اون دوستانی که به من انتقاد کردن میخوام عرض بکنم که ببینید، بازی دلار هر بار به دلایلی دلار نوسان میکنه. این بار نوسان دلار دیگه نمیدونم تحریم قدیم و اونها هستن، اما یک امر جدیدی میاد وسط. این که تحریم شده، این که مشکلات ساختاری اقتصاد هست، این که دولت بدهکاره، این که نقدینگی زیاده، همه اینا موثره. ولی شما ببینید موج جدیدی که وارد شده با مالیات به زندگی مردم، و این انتظاری که کشیدند که یک مقداری اوضاع بهتر بشه، یک مقدار پولهای بیاد، و این جنگ الان نا آرامی آخری که اینا اعلام کردن که آژانس ایران، دولت به آژانس هیچ گونه گزارشی نمیده، و ناامیدی که میگن بایدن پیدا کرده که رفتارش رو داره سخت‌تر میکنه. خب و حمله‌ای که نفتالی بنت در اونجا یک مصاحبه میکنه که من سر اختاپوس رو میزنم، فردا میبینید عرض شده بود 33,000 رو خورده ای. رقم تاریخی خودش رو پشت سر گذاشته بود، رفته بود 33,000 رو خورده ای، و سکه در بازارها به 17 میلیون تومان رسیده نزدیک. حالا الان میگه دوباره 1,000 تا اومده پایین. اصلا مردم میخوان که این 1,000 تا پایین نیاد، چون این نوسان ها همون مردم رو خورد میکنه بیشتر. بنابراین بارها عرض کردم دلار 4,200 تومانی یه پرش کرد شد دلار 24,000 تومانی، و اون دلار 25 و 26 و 27,000 تومانی که در شبکه به اصطلاح ارزی کشور بازار متشکل ارزی بود، اون هم باید پرش 3-4 برابری بکنه، چون این دلار 24,000 تایی دیگه شده دلار دولتی. دلار سیاه باید 3 برابر این باشه. اصلا قانون در ایران سیاه و سفیده، رسمی و سیاهه، ولی زمان میخواد، 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه. این اصلا قانونه. این اختلاف الان بین 24,000 تا و تا چند روز پیش نیما و بازار متشکل ارزی 25 تا 26 تا بود و بازار سیاه 27 تا بود. وقتی که دلار ارز ترجیحی رو برداشتم کردم 23 و 24,000 تا، این دلار نیمایی و این دلار متشکل ارزی باید بفرسته برابر بشه، و داره میره بشه دیگه، چاه و چاچه که در شمال عرض کردم، این باید برسه. یعنی این الان دیگه به جایی رسیده که پرشش رو باید شروع بکنه. دیگه نمیتونی این آب چاه رو، اومده رسیده پر کرده، پر شده چاه، یعنی رسیده 24,200 پریده شده نزدیک همون سیاه 24,000 تا. سیاه باید بپره از چاه بیرون، میاد میره بازار سیاه رو هم تبدیل به 50 و 60 و 70 خواهد کرد. این به وقوع میپیونده و زیاد طول نمیکشه. تصمیمش رو که گرفتند که 18 میلیارد دلار 4200 تایی رو بکنن 24,000 تایی، هر دلار 24,000 تومان، اونورم دیگه میدونند که باید دلار 25,000 تا 26,000 تای آزاد و سیاه، بازار آزاد، باید بره 3-4 برابر بشه. این توضیح امروز هست. بحران مالیاتگیری هم مشکل بیشتر میکنه، و یک گزارشی وجود داشته که در هفته آخر خرداد آقای بهبانی 650,000 میلیارد تومان در هفته آخر، بانک مرکزی گزارش کرده که ما 650,000 میلیارد تومان نقدینگی به پمپ کردیم به بازارها. خب این 650,000 تا
در هفته آخر خرداده. حالا اون فصلی رو، محاسبات فصلی بودجه خودشون رو میخوان یک بار پوشش بدند. شما حساب بکنید، من عرض کردم که در دور قبل گفتم، تاکید میکنم که در امسال 1061 ما با 2000 تریلیون حجم نقدینگی، افزایش نقدینگی رو برو هستیم و همه اینها دارن میگن. در نامه 61 اقتصاددان گفتند که میخواستم امشب هم یه گزارش کوتاهی راجع بهش داشته باشم. نامه 61 اقتصاددان نوشتند که تورم به سمت سررقمی شدن. خب این هیچ پیشگویی نبود، بارها در همینجا نشستیم گفتیم که تورم لگام یا افسار گسیخته سررقمی وجود خواهد آمد. تازه سررقمی هیچی نیست، به سمت یک فاجعه دیگری داره میره. وقتی که فنر تورم بشکنه، از هم گسیخته بشه، تورم به سرعت به طرف سررقم و چهاررقم و پنجرقمش خواهد رفت. موضوع فقط اون فنرشه که باید به هر حال سعی کرده بودن که این نشکنه و گسیختنش از هم دیگر. این وضعیت دلاره. نتیجه این که دلار به هر حال وضعیت ناوسامان و رشد سرسام‌آور خودش رو به ناگزیر در ماه‌های آینده خواهد کرد. آقای بهمانی، بله، یعنی وضعیت از اینی که هست بدتر خواهد شد. وقتی این داستان نان به کجا رسید، این غلاتی که اینا نتونستن تامین کنن، گفتن اینا رو دارن میفرستن به روسیه و اون طرف جنگ، ولی خیلی خیلی اوضاع آشفته تر از اونه که بشه راجبش فکر کرد و حرف زد. باز برمیگردم از شما میپرسم، این معیشت مردم رو اینا قادر نیستن تأمین بکنن. دولتی که توان تأمین معیشت مردم رو نداشته باشه، این چه عاقبتی میتونه برای خودش داشته باشه؟ بفرم. معیشت مردم در همین نامه 61 اقتصاددان میگن که بدون تعامل با جهان امروز با بیرون نمیشه. ببینید، اینا گفتند که ما با روسیه نزدیک شدیم، گفتند ما با چین نزدیک شدیم، یه روز اومدن گفتند که ما فلان امکان رو میگیریم، پولهای بلوکه شده ما رو میگیریم و وضعیت اقتصاد رو راه میندازیم. رئیسی قبل از اینکه رئیس دولت بشه وعده داده بود که 1,000,000 شغل فراهم میکنه و 1,000,000 مسکن خواهد ساخت. وزراشون اومده بودن دروغ و دونکهای زیادی گفته بودند و گفته بودند که دولت روحانی دولت لیبراله، که اصلا نمی فهمیدن که لیبرال یعنی چی. آخه مگه میشه مگه در یک همچین کشور فاسدی با اقتصادی که 60% اقتصاد دولتی رانتخار غیر مولد فاسد اختلاسگر، صحبت از اقتصاد لیبرال بکن؟ لیبرال کرده بودن فوش و گفته بودن لیبرال کشورهای غربیه. یک عده چپ نادان، هم چپ نما در واقع، چپ شعاری که توی زندگیشون نمیدونن زندگی مردم چیه، نمیدونن کارگر چیه، فقط یک چهار تا کتاب در یک دوره خوندن و نامهای بزرگ. آقا لیبرال همین کشورهای سوئده. اقتصاد لیبرال اقتصاد آزاده. حالا ممکنه بیان بگن که فلانی هم حالا چون کلمه لیبرال گفته پس این خودشم لیبرال شد. نه آقا، برای شما، من از چپ شما چپترم، از چپ هر دموکراتی چپترم. چپی نامی که چپ در واقع اغواگر هست، این چپ نیست، این زائده، این رئیس این دولت فاسد رانتخاره. ادهی از چپ نماهایی که میگن ما چپیم میان از این اقتصاد دولتی دفاع میکنند، از همین اقتصاد دولتی. آخه اینا چه چپی هستند؟ بابا احزاب چپ در کشورهای غربی، حتی حزب چپ در روسیه امروز که یک زمانی کعبه آمال شما بود، چپ در اون چین که بنده به هر حال سفری داشتم و رفتم دیدم، 2004 با چپ اقتصاد دولتی 10 سال پیشش یک تفاوت ماهوی داشت. حتی کشورهای دیگری که به گونه‌ای از چپ سوسیال دموکراسی که شما چپش نمیدونید،
صد جور تفاوت کرده امروز در دنیای امروز. چپ با مفاهیم جدیدی آشنا شده. شما چپ یا سوسیالیست میکنید، یا سوسیالیسم دموکراتیک میکنید، یا سوسیال دموکراسی میکنید. هزار جور ترم روی عدالت خواهی میذارید، بعد توی اون بسته‌بندی های تاریخی کهنه میرید یه چیزی رو دنبال میکنید، میگید که این اقتصاد دولتی خوبه، خب این چون چپه. آخه این اقتصاد دولتی فاسدترین اختلاسگرین جنایتکارانی هستند که همه چیز مردم رو در دست خودشون دارند. چهار تا آدمی که تولید آزاد میکرد اینها رو همه رو اینا نابود کردند. عرض کردم در بخش تجاری چه بر سر بخش به روزگار کسبه ها آوردند. حالا من بحث چپ رو و نقد اونها رو کار ندارم که واقعا چه نگاهی دارن به چپ، ولی شما ببینید آقای مهمانی، امروز در جامعه ما وضعیت معیشت دچار بحران‌های بزرگی شده. هر روز خود همین دولت فاسد که عرض کردم که روحانی رو به لیبرال متهم می‌کرد که اون از این فاسدتر، این از اون فاسدتر، هر دوتا تاریخخانه‌های اقتصادی و در واقع همون 13-14 نهادی که میلیاردها صدها میلیارد رو در دست خودشون داشتن. خب اینها دستمزد رو به این شکل، عملا ما گفتیم که معیشت مردم امروز 16 میلیون تومان هم یه خانواده 4 نفره رو شما نمیتونید تامین بکنید. در عرض همین 300 روزی که از پارسال اینها روی کار اومدن تا امروز، شما ببینید رقم فقط زندگی، فقط مسکن، قیمت مسکن، اجاره بها چند درصد، واقعا 200-300% در خیلی از شهرهای ایران رشد کرده. بسیاری از خانواده ها در تلاطم های زندگی وجود داره. بسیاری از خانواده ها دو خانواده، سه خانواده در یک جا زندگی میکنن. صدها هزار واحد مسکونی خالی است. مردم دیگه قدرت ندارن اجاره بها بدن. نرخ اجاره با این وضعیت زندگی، مسائل اجتماعی که جامعه شناسان باید بهش بپردازن، کار من نیست مسئله نگاه جامعه شناسان به امر زندگی امروز، ولی بحران هایی که در خانواده ها ایجاد شده به خاطر این نوع تغییراتی که در اقتصاد ایجاد شد، تبعات و پیامت های به هر حال این نابسامانی های اقتصادی، چه زندگی هایی رو، چه خودکشی هایی رو، چه فشارهایی رو به زندگی خانوارها تحمیل کرده. خب در این شرایط شما میبینید میلیون ها انسان در همه، از امروز دیگه نظامی و قاعده سپاه و بسیجی و نمیدونم ارتشی و کارمند مخابرات و پرستار و همه اینها توی این هستند. به همین دلیله که شما میبینید واقعا پایه اجتماعی، پایگاه اجتماعی این رژیم جنایتکار هر روز لاغرتر و لاغرتر و لاغرتر شده. خودشون گزارش کردن که ما 250 هزار تا میلیونر دلاری داریم. آیا با این جمعیت و خانوارهای اونها و یک بخش بسیار بسیار کوچکی، آیا اون زمانی که غالیباف میگفت 4% مردم 1%، 10% مردم میشه 8.5 میلیون، 4%ش تقریبا میشه نیم اون، حدودا میشه مثلا یه چیزی زیر 4 میلیون، 3.5 میلیون به فرض. آیا واقعا 3.5 میلیون نفر در ایران زندگیشون واقعا اون گونه خوبه که در دور قبل غالیباف میگفت؟ و اون بخشای دیگر که بینابین بودند، بین فقر مطلقی ها بودند و این 4% ها، به روز زندگی اونها، به حال روز اونها چی اومد؟ اونهایی که ما بهشون قشر متوسط جامعه میگفتیم، به وضع اونها چی اومد؟ خب ما میبینیم در همین 2 سال و 1 سال اخیر و ماهای اخیر همه شهرهای کوچک این 40 میلیون دستمزد بگیرانی که زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، بخشهای دیگری که برای زیر پوششون نیستند در روستاها و غیر ذلک هستند، کسبه ای که امروز به میدان ها به اومدن و دارن اعتصاب و اعتراض میکنن. این زندگی آقای بهبانی، پرسشتون اینه که آیا
هیچ چشماندازی براش وجود داره که فقر مطلقی که رئیسی قول داده بود که به سرعت از بین خواهد برد، اون 1 میلیون رو خانوار رو براشون مسکن بسازه، نه تنها براشون مسکن نساخت، اونایی که توی مسکناشون هم بودن اونا رو هم بیرون کرد. اون وام ازدواجی که میخواست بده، اگر یک تعدادی رو هم وام ازدواج داده بود، در عرض مدت کوتاهی با فشارهای مختلف روبرو شده. بعد این جنایتکاران میان میگن که امام گفته که آیت الله رهبر فلان اینا گفته که 90 میلیون جامعه رو بکنید 150 میلیون. در یک چنین شرایطی که همین ها، همین جمعیت در فقر و گرسنگی، فرزندان ما، کودکان کار، مردم دارن میسوزن، به ویژه در استانهای فقیرتر و در مناطق حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ، خب اینها هیچ کدوم از این ماجراها رو انجام ندادن. ولی چه چیزی وضعیت تورم بدتر شده؟ شرایط در واقع کسری بودجه به یک رقمی حدود 800 تا 900 هزار میلیارد تومان تا 1000 تریلیون تومان گزارش داده میشه در برای سال 1401. از 1500 تریلیون تومان حدود 1000 تریلیون تومان گزارش میشه، برآورد میشه، حد زده میشه، تخمین زده میشه که ما کسری بودجه خواهیم داشت. خب در یک چنین وضعیتی چه چشم‌اندازی؟ هیچ چشم‌اندازی وجود نداره جز تورم، نرخ تورم بسیار بسیار بالاتر، فقر بیشتر، فقر مطلق بیشتر و میلیون هایی که به خیابان ها خواهند آمد. آیه بهبان، بسیار ممنون. من فکر میکنم نظر شما برام مهمه، ولی من فکر میکنم اینها هدفشون اینه که فشار رو بر مردم اضافه کنن و در حقیقت اونقدر فشار بیارن به مردم، شاید مردم منصرف بشن و بذارن اینا همچنان حکومت بکنن. برای اینکه نمیفهمم تو این شرایط، واقعا نمیتونم حل کنم تو این شرایط که رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز از واحدهای صنفی قانونمند حمایت خواهیم کرد و با واحدهای صنفی متخلف برابر قوانین مقرر صنفی برخورد خواهد شد. رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی البرز گفت پلمب طویل المدت در انتظار واحدهای صنفی است که شؤون اسلامی را رعایت نکرده رفتارهای خارج عرف انجام دهند. یعنی اگه کسی مثلا با مقنعه نیاد اون تو، یه کارشون به اینجا رسته دیگه. الان اون چیزی رو که ایده میگفتن اینا وا دادن در مورد حجاب و غیره و زالک و خانوما تو ماشین نمیدن رو سری سر نمی کنن، به عنوان شارپ ازش استفاده میکنن، ولی اینا تصمیم گرفتن که حالا که مردم اینجونه اومدن تو خیابون، اینا هم اینگوری باش مقابله کنن. نظر شما رو میخوام بپرسم اینم که این فکر من تا چه حد ممکنه خلاف واقع باشه. بفرمایید. بله، ببینید این بخشی از تخریبی هست که اینها قصد دارن انجام بدن. این هیچ به گمان من هم یه گزارش‌هایی خوندم که اینها در یک چنین وضعیتی که بحران فقر، فقر مطلق، وضعیت بدهی‌ها و تورم داره فشار میاره، اومدن دوباره حجاب رو آوردن در بازارها. گفتن آقا ما نه تنها اینها را به دست سازمان تعزیر و غیرزالک میسپوریم، حتی در بازارهایی که میرن خرید بکنن، مثلا همسر مردم، بچه مردم، دختر و غیرزالک میرن، باید حجاب هم در این بازارها رعایت بشه. یعنی اومدن اصلا دنبال یک، به قول شما، یک تحریک مضاعف بیدلیل بگردند. این تحریک ها در واقع هیچ نقشی نداره، این یک بازی هست که اینها، آقای بهبانی، اینا دچار سرسام شدند، اینا دچار جنون شدند. وقتی که عرض میکنم جنون، اینا مثل اون یارو، همون جنونی که اون وزیر نفت رو بهش میگه، توی اونجا میره توی کشور دیگه میگه مرگ بر آمریکا، اینجا میاد ازش سوال میکنن میگن ابراهیم فلان گفته، اینجا این وزیر کار
که یک اراجیفی رو بافته بود، اینا دچار سرسام شدن. اینا در رابطه اینها، این ذهنهایی که باید مدیریت بکنه کاردان باشه، به دلیل فشارهایی که به اینا اومده، رابطه این آدمهای برحال خلوچل با واقعیت جامعه گسیخته شده. شما دیدید در زندگی عادی آدمایی بودن زیر فشار، زیر مجموعه از زندگی و غیر ذلک، وقتی که فشارها به بالا میده قاطی میکردن، به قول بچه های ما قاط میزدند. بعد میودن شما یه سوالی میکرد یه جواب دیگه میداد. بعضن شده که ما در محیط های کار هم دیدیم طرف مسئولیت و وظیفه کاری خودش رو داشته، انجام نمیداده، به انواع امراض و دچار یک پریشانی فکری میشد و میومد. اصلا شما میدیدی که این در روز که میاد اونجا سر کارش نیست، در یک موقعیت و شرایط دیگریه. مسئولین اینها آقای بهبانی غط زدند، غطی کردند، اصلا نمیدونند دارن چی میگن، چی میکنند، و چون حدود و اختیارات بالا دارند، آخه میشه مگه وزیر کار برای خودش یه سری تصمیمات گرفته بود، یا همین وزیر سمت، اینا میبرن توی مجلس ازش سوال میکنن و این سوالای جفنگ، پاسخهای جفنگ میده، یه کارت زرد بهش میده میگه آقا برو بیرون، دفعه دیگه اومدی استیزاخ میاد و بعدش هم اخراج میشه یا باید بری استعفا بدی. الان دارن به کادر رئیسی مجلس، چنان به کادر وزرای رئیسی حمله کرده که یکی بعد از دیگری باید استعفا بدند. اینها چون بعد اختیارات بالا دارند، برای خودشون هر کی هر چی میزنه میگه، تا فردا بیان بهش بگن. مثل همین جریان آبادان که وقتی که مخبر رفت اونجا، اینو گفت بگیرید، اونو گفت بگیرید، شورای شهرشون رو حالا ظاهرا گفت بگیرید دیگه، هیچ کی مسئولیت قبول نمیکنه. حرفایی که میزنند برای خودشون میزنند، در سطح مجلس، در سطح دولت، در سطح مدیران، هر کی برای خودش هر چی میگه. کشور صاحب نداره آقای بهبانی. وقتی که میگن دولت پاش فرو پاشیده، دولت ناکاردان، دیگه عدم در واقع دولت موجود، فقط دستگاه سرکوب و جاسوسی از دولت مونده، بقیه کارکردها و عملکردها و سیاستهای اجرایی و جاری همه دچار بحران. شما جدی نگیرید، فکر نکنید که اینا آگاهانه میان یه نقشه‌ای دارن که الا و بلا بکنن، نه، هیچی موجود نیست. این وضعیت کنونیست. نه، من هیچ وقت این حرف رو نزدم و هیچ وقت باور ندارم که اینا طرحی برنامه دارن. اینا از روز اول که اومدن، از ثانیه اول، تاریخ و ورق بزن، گفت ما سیاستمون، این حرف بازرگان بود، گفت سیاست ما گام به گامه، ما نمیدونیم فردا چی، همه امروز رو باید حل کنیم. اینا چلو چند سال به علت این که بر خودشون باور نداشتن، ندارن. اگه دوباره تاریخ رو ورق بزنیم، برگردیم به روزای اول و دستپاچگی خمینی برای اینکه حکومت رو به دست بگیره و اینا، گفت اردبیلی رفت سراغش، گفت آقا ما که نمیتونیم، گفتن اینقدر این یارو پیرمرد کذاب دروغو عصبانی شد که دندونش از دهنش افتاد بیرون، گفت اگه نمیتونید بمیرید، من حکومت رو آوردم تحویلتون دادم. یعنی چی نمیتونید؟ بنابراین اینا میدونن که نمیتوانن، اینا از اول باور نداشتن به استمرار حکومتشون، به همین دلیل اینا هیچ طرحی رو نمیتونن پیاده کنن. بگذر از این که میگه من قرارداد 20 ساله بستم، قرارداد 25 ساله بستم، اینا پوچه، باد هواست، نه خانی اومد نه خانی رفت. هیچ قرار، از روز اول راجع به برجام گفتم آقا اینکه یه دوربین بکاری جلوی در دکونی یارو هی بگی آ یارو این داره سیگار میکشه، اون رفت پری اومد معصومه را در رفت، این که کمکی به من نمیکنه که. این مثل کنار حاشیه خیابون وایسی گذر آدم ها رو ببینی. حالا توی آدم هایی که رد میشن، وزیر هست، وکیل هست، سناتور هست، همه هست، این هیچ چی رو به من اصلا بند اول قرارداد این بوده که هیچ چی از این بیرون درز نکنه، چنان که اون قبلیه که میگن
دوره 2015 امضا شد کسی میدونه چیه اون متنه که امضا شد؟ چیزی بیرون اومد؟ تنها کسی که تو این زمینه به نظر من حرف درست زد تو قضیه برجام همین آقای دکتر مهران مصطفویه، بقیه دیگه فقط حرف زدن، دوربین کاشته جلوی بی بی سی یا ایران اینترنشنال، دوربین شوردن در هتل میگه حسن اومد تغییر رفت. خب که چی؟ از اول معلوم بود که این اتفاق نخواهد افتاد. اینا اهل تعهد و قانون و اینا نیستن، اینا یه مش هوچیگرن، حکومت رو اشغال کرده، اینا حکومت اشغالگره، حکومت اشغالگر که تن به قانون نمیده، قانون نمیخواد اجرا کنه. بذارید چون فرصتی نداریم بریم از شما بپرسیم تحلیل سیاسیتون رو، ولی دلم میخواد که راجب این ماجرایی که اتفاق افتاد، 6 سازمان سیاسی جمهوری خواه، مگر رضا پهلوی چی گفت که این همه داستان ایجاد شده؟ چیه ماجرا کدام است؟ بفرمایید. خب ببینید، این بحث که این در این چند روزی که ما گذشت، آقای بهبانی شاهد یک فضای مجازی بسیار ملتهبی بودیم. این که حالا ابعاد این بحث در بین این شرایط جامعه ما واقعا چقدر این طوفان در این استکان خارج کشور بود، در این ظرف خارج کشور بود و چقدر بین مردم انعکاس پیدا کرده، به گمان من این بحث ها در بین مردم، در بین قشرهایی که از فشار و گرسنگی و در خیابان ها هستند به خاطر مالیات و مقابله با وضعیت سختی که به رژیم دارن حمله می کنند و اینها، به گمان من بخش بزرگی از این بحث مربوط به فضای عمومی ملتهب جامعه ما نیست. شاید خیلی خیلی کمش در اون، به هر حال این که مثلا به فرض این بحث این طرفش و اون طرفش رو گفتن، در بین اون مردمی که امروز در خیابان ها هستند واقعا واکنش ایجاد بکنه یا حتی بازتابی پیدا بکنه. اما برسیم به این که در خارج از کشور چه اتفاق افتاد. خب سخنان آقای رضا پهلوی روشن بود، ایشون یک سری از یک صحبتی میکنه، یک نطقی میکنه، چند جنبه رو اونجا مطرح میکنه و بعدش هم یک پرسش پاسخی داره، در مورد چند نکته رو میگه. بر علی خامنه‌ای میگه که تو حکومتت پایدار نخواهد ماند، هشدار میده به ارتشیان، میگه که وضعیت زندگی این گونه نخواهد ماند، شما یک روزی به هر حال باید پاسخگو باشید. از اونها میخواد که خودشون به هر حال به گونه ای در سرنوشتشون دخالت بکنن، سرکوب نکنن مردم رو. از سوی دیگر اشاره میکنه به اینکه یک سازوکار هماهنگ کننده ای باید وجود بیاد، اشاره میکنه که مردم خودشون امروز باید به وضعیت خودشون، شما که در داخل هستید باید به زندگی خودتون سرنوشتتون رو تعیین میکنید. خب این رو هم در اونجا در همین نطقش و در پرسش پاسخ هم که میشه در اونجا توضیح میده. حالا دیگه بقیه ماجراها دیگه تفسیر هاست. اون چه که در صحبت آقای رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی مطرح میشه چند نکته ای هست و بعدش میاد به خارج کشوری ها میگه که در محل زندگیتون اینها را افشا بکنید، با مقامات تماس بگیرید، کوشش بکنید که از جنبش داخل کشور پشتیبانی بکنید و یک سری مسائل رو مطرح میکنه. و مهمتر از همه اینه که این رژیم پایدار نخواهد ماند، هشدار میده که اینها به آخر رسیدن. حالا دیگه بقیه تفسیره. یک عده اومدن میگن که این رابطه بین، عملا میخواد جنبش رو آقای رضا پهلوی به اصطلاح مصادره به مطلوب بکنه. ایده ای میگن که ما جمهوری خواه هستیم و اینها میخواد امر جمهوریت رو زیر سوال ببره و میخواد پادشاهی رو برگردونه. ایده دیگر میان، ایده دیگر اومدن میگن که توده رو جای اپوزیسیون گذاشته. خب تفسیرهای چندگانه ای ما شنیدیم، عملا در سایت های خارج کشور
و برخن هم در بعضی از سایت های داخل کشور بحث هست که خب این نطق کمک کرده یا اینکه بحث های زایدی رو ایجاد کرده. عملا بعد از چند روز این مسئله رو آوردن در اونجا مطرح کردن. خب بنده در بخشای در پرسش و پاسخی که در یک شنبه بوده که اتفاقا هم مورد توجه شنوندگان و بینندگان در مهستان سکولار دموکراسی بود، بخشن به پرسش هایی که عزیزان داشتیم چه در داخل مهستان و چه در بیرون مهستان هم گزارش کردم. شما ببینید اون سازمان هایی که نام خودشون رو جمهوری خواه گذاشتن، این سازمان ها سازمان های شناخته شده ای هستند. بخشی از اینها چپ هایی هستند که چپ نماها بودند، یعنی سازمان اکثریت بود، حزب چپی که اومده بود شکل بگیره ولی شکل نگرفته، دچار تلاطم شده. یک جریان خارج کشوری نمیدونم همبستگی جمهوری خواهانه که به هر حال بارها انتقادش کردیم، همون زمانی که جنبش 98 بود اینها معلوم نبود چی میگفتند، بارها صحبتهایشون گفتن مردم خشونت نکنن، قیام مردم رو میومدن انتقاد میکردن، دهان کفالودشون که به هر حال به گونه از همون مشارکتی ها و اصلاح طلبان هستند، خب میان حرفایی میزنن. اون جریان اتحاد جمهوری خواهانش که سرنوشتش معلومه دست به هر حال چه کسانی هست، فرخ و نگهدار و مهدی فتاپور که سالها در واقع آب باسیا و همین لابیگری این رژیم جمهوری اسلامی ریختند و خودشون یک دورانی طرفدار رجب علی مزدوی بودن، یک دورانی طرفدار امیر ارجمند اصلاح طلب، طرفدار میرحسین موسوی بودن، یک دوره ای رفتند همراه با آقای رضا علیجانی که حتی دیگه بعدا دیدن آقای رضا علیجانی هم به دردشون نمیخوره، بعد اومدن سراغ افرادی از جبهه ملی. خب با بعضی از دوستان جبهه ملی نزدیک شدند که به اصطلاح، ولی طرح در واقع همون خط توده‌ایه، خط سابوتاژه، خط تخریبه. من این جماعت رو میشناسم، خط فرخ نگهداره، خط در واقع همون مهاجرانیه، خط بی بی سی است که چند نفری رو به نام ملیگرا، به نام جمهوری خواه. واقعیت اینه که در یک مطلب کوتاهی توضیح دادم، اینها یک مینیبوس رو پر نمی کنن، شش تا سازمان نیستن. چه سازمانی؟ یکی دون چند نفرش در خارج کشور به این نام اومدن شش تا سازمان جمهوری خواهی اسمشو گذاشتن. خب بی بی سی چرا چیز اینا رو پخش میکنه؟ توی فضای مطبوعات خارج در گویا نیوز، اون آقای فهم سخن، اون آقای ابوالفضل محققی، اون دیگران، اون دوستان دیگر، اون آقای مسعود نقره‌کار، خب اونها هم جمهوری خواهان دیگه. اون آقای ابوالفضل محققی هم چپی هست که منتقد سازمان اکثریت دیگه. خود فهم سخن یک به هر حال نویسنده است دیگه. و صدها و هزاران کسانی که در این دعوا وارد دعوا نمیشند، کوشش کردند که ببینن که آقای رضا پهلوی چی میخواد بگه قبل از این که بیان دعواهای تاریخی شاه و خمینی، شاه و مصدق، غیر و غیر رو بیان بریزن توی ظرف دعوا بکنن. اومدن ببینن که آقا این چند کلمه حرفی که این آقا زده میخواد چی بگه. اما این به معنای این نیست که صحبت، اگر کسی به فرض یک جنبه مثبتی، جنبه های مثبتی در این صحبت دیده، یک عده بیان بگن آقا چون شما این چهار تا سازمان، شش تا سازمان جمهوری خواه رو نقد کردی، پس شما هوادار فلانی شدی. یا اگر یکی اومد یک مقدار ملتهبانه از زیر فشار خانم فاطمه سپهری میاد اعلام کرده که آقای رضا پهلوی ما پیروی میکنیم، شما ما رو نجات بدید. نه، بنده اصغر سلیمی همچی پیروی نمی کنم. اصلا چرا باید پیروی بکنم؟ پیروی از چی؟ من بارها آقای بهبهانی در همینجا، شما هم تشویق کردی، تایید کردی، در این دو سه سال اخیر عمده بحث‌های سیاسی بنده، عرایض سیاسی من این بوده که چند خانواده سیاسی در ایران، یعنی مشروط خواهی، یعنی جمهوری خواهی و ملی گرایی و چپ دموکرات، باید با هم نزدیک بشند و برای نجات ایران از دست این فاشیسم مذهبی، از دست این اهریمنان،
حداقل مباحث دیدگاه های فکری رو مخرج مشترک رو بگیرند و حد اکثر همکاری رو با همدیگر بکنند. ائتلاف یعنی که هر کسی دو قدم بره عقب، سه قدم بره عقب اگر لازمه، برای اینکه جامعه رو پیش ببره، رابطه خودش رو با واقعیت گم نکنه. اگر این رژیم فاسد جنایتکار امروز به اینجا رسیده، به خاطر این بود که خودش هم ائتلاف نداشته که اینطور به فساد و جنایت اینا افتاده. البته اگه ائتلاف می‌داشتن جز خاک در چشم مردم نمی‌ریختن. ولی حتی همین دشمنان مردم وقتی که اصلاحات رو زدن، احمدی نژاد رو زدن، لاریجانی رو زدن، بعد نمیدونم الان داره یه جنای جنا رو میزنه، خب کوچیک میشه دیگه، کوچیک و کوچکتر میشه. جبهه مخالف این هم همینطوره. وقتی که هر کی میگه الا بلا من، مشروط خواه میگه من، جمهوری خواه میگه من، چپ میگه اصلا سوسیالیسم، حکومت شوراها، ملی‌گرا میاد میگه که حکومت الزاماً اون چی که 70 سال پیش دکتر مصدق گفته، استقلال یعنی فقط این. خب اینها دیگه چرا میان صحبت از جبهه میکنند، صحبت از ائتلاف میکنند، صحبت از همبستگی ملی دیگه چرا دارن میکنند؟ اگر شما یک نقطه درست در حرف شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی میبینی، میگه آقا این حرفیه که من دهانم کف آورد، 50 سال دارم میگم، 30 سال دارم میگم، چون اون گفته، شما هم با اون یکی گفتی، پس تو هوادار اونی. آخه چرا من 50 سال توی سیاست خاک خورده، کارگری کرده، بدبختی کشیده، بچه یه کارگر سندیکالیست که عمرم را در سیاست گذراندم، بیاد یه آدمی که هیچی نمیفهمه، تو زندگیش نه بچه بزرگ کرده، نه کار کرده، پول سوسیال هلفل رو گرفته، اشکال نداره، افرادی ممکنه بگیرن، هیچ چیز توی زندگیش نکرده، ذره ای خلاقیت نداشته، توی کتابهای پوسیده نشسته فقط خوش داده. خب به منی که من زندگی کردم، کار کردم، بچه بزرگ کردم، خاک خوردم، هم میدونم کارگر چیه، هم میدونم، رفتم مطالعه کردم، خب اون به من میگه تو هوادار رضا پهلوی هستی؟ بذار بگه به من نوعی، به آقایی که توی گویا نیوز نوشته، به ابوالفضل محققی که یک انسانی که سالها با چپا بوده، خب به این و اون حمله میکنن، میگن تو جمهوری خواه نیستی، تو پادشاهی خواه شدی، خب بذار بگن دیگه، هر چه میخواهد دل تنگش بگویند، اما جمهوری خواه نیستند، اما ملیگرا نیستند. از اون سو باید به دوروبری های افراطی آقای رضا پهلوی که خود ایشون 2 سال پیش باش درگیر بود گفت که آقا جامعه رو قطبی نکنید، نیایید بگید که همه جمهوری خواهان به آقای رضا پهلوی فحاشی کردن. آخه چرا دروغ میگید؟ پس ما کی هستیم؟ ما کی از طرف خود بخشی از خانواده های چپ دموکرات ملی گرایانی که میهن رو دوست داریم مثل دکتر بختیار، و یا جمهوری خواهانی که به جمهوریت فکر میکنیم، به دموکراسی فکر میکنیم، نه به نام جمهوری اسلامی، نه از نوع فرخ نگهدار، مهدی فتاپور، علی افشاری و دیگران دیگر، از نوع اونها نیستیم. ما جمهوری خواهان آزادی خواهیم، دموکراسی خواهیم، مقابل این رژیم جنایتکار ایستادیم، فریب انواع جناح لیبرال و غیر لیبرال و اینها رو نخوردیم. توی پرونده ما رای نیست، انگشت بنفش نیست، ایستادیم در خیابانها، در جای دیگر، در انجمنهای حقوق بشری، در سالونها ایستادیم، مبارزه کردیم. جمهوری خواهی مال ماست آقای بهبهانی، ما جمهوریت خواه هستیم، ما ملی گرای میهن دوست هستیم. آقایان افراطی طرفدار آقای رضا پهلوی، نیایید بگید که جمهوری خواهان آقای رضا پهلوی را تنها گذاشتن، این دروغه، این کذبه. بسیاری در جامعه ما، در همین خارج کشور، بسیاری ها از یک گرایش بزرگی روش داره، 4 تا آدم هم اومده چیزی گفته، بی بی سی همونو پخش کرده، التهاب ایجاد بکنه، التهاب رو دور بزنیم. بسیاری از مشروط خواهان، بسیاری از جمهوریت خواهان و جمهوری خواهان، بسیاری از چپهایی که پرونده چپ دارن زندگی کردن، بسیاری از ملی گرایان با هم دیگر متوجه اوضاع سخت ایران هستند. و ضمناً هر اون چی که آقای رضا پهلوی گفت که نباید اجرا بشه، هنوز آقای رضا پهلوی یک طرح اولیه شو ریخت، نه سازکارش روشنه
امیدواریم که برود و با دوروری های خودش و با افراد خانواده های دیگر غور و مشورت بکنه و بیاد واقعا این طرح اولیه را آورده که اینقدر گرد و غبار بپا شده بره واقعا مسئولانه برود. آقای بهبانی اینو تأکید میکنم چون گرد و غبار بزرگی بپا شده بخشن از این فضای چالش های دوره‌ای ماست که جنبش استراتژی نداره، این چالش ها تاریخی است. چون این صحبت یک قدمی بود برای به جلو ولی گرد و غباری بپا شد برای سر اون، حالا که این اومد ایشون باید برود مشورت بکند و این رسم جدیدی رو که شروع کرده پرسش پاسخ میکنه رو باید این رو بیشتر بکنه، باید بیان دوروری های اون مسئولانه تر، باید نزدیک بشند با خانواده ها و نهله های سیاسی دیگر. اگر قرار سازوکار ایجاد بشود یک جمله نیست. اجازه بدید من 2 دقیقه دیگر این روشن بکنم. رهبری جنبش آزادی خواهی دموکراسی خواهی امروز ایران رسیدن به حاکمیت ملت در کشور ما احتیاج به این داره مردمی که میگن مرگ بر رئیسی، به اینا بگی تو چی میخوای؟ این حاکمیت ملت تو چیه؟ این دموکراسی که تو میخوای بهش برسی بعد از اینکه این سرنگون میکنی 4 تا کودتاگر فاسد که بیان دروغ بگن به تو و حکومت رو بگیرن و بگن من حجاب رو آزاد کردم ولی به تو چیزی رو ندن، دموکراسی رو ندن، از نوع احمدی نژاد باشن، از نوع فاسدین دیگر باشن، از نوع کودتاگرانی باشن که دام گذاشتن برای ملت. خب اینها رو برای اینکه اینها به وجود نیایند و خطری تهدید نکند کشور رو، ما باید با هم دیگر بشینیم و این سازوکار رو به سمت جامعه رو و این التهابی که به وجود اومده و این برآمد جنبش مردم ایران رو کوشش بکنیم که شعارهای درستی پیدا بکنه. اگه اونا میگفتن جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، ما باید بگیم چه نوع حکومتی، حکومت ملت ایران هست، حاکمیت ملت ما هست، حکومت غیر دینی هست. این شعارها رو باید رهبران میدانی در این وضعیت مردمی که به سطوح اومدن در خیابان هستن باید ببرن. امیدوارم که این نطق آقای رضا پهلوی با تدبیرهای دیگر و با فروتنی بیشتری که دوروبریهاش یاد بگیرند پیش بره و خانواده جمهوری خواهان هم از این سرسختی هایی که میکنن، حتی همین هایی که این اعلامی را دادند که الان با امواج انتقادی خود جمهوری خواهان و آزادی خواهان به نام و شناخته شده روبرو شدند و به اینها گفته شد که شما از مردم دارید دور میفتید، اینها هم خودشون رو اصلاح بکنن. چون ما قصد ما این نیست که کسی رو، نیروی رو واقعا بیرون بکنیم. ائتلاف باید حد اکثری باشه. برمان آقا بسیار ممنون و متشکر، کاملا درسته، ائتلاف باید حد اکثری باشه و به حال این شاهزاده هم حق داره به عنوان یه ایرانی دلسوز وطن، او هم حق داره که نظرشو بگه. ولی این همه هجمه رو درست اشاره کردی، منم هم همینه باور دارم که این خط فرخ نگهداره و اون منافعش رو در حفظ رژیم و حفظ موقعیت موجود میبینه. اگه این شرایط تغییر کنه او لیاقت بقا و دوام رو نخواهد. به حال ازت ممنونم، سپاسگزارم، میدونم که با حال ناخوش بودی ولی بسیار بسیار مطالب شیرین و خوشی رو برای ما بیان کردی. از شما نهایت سپاس دارم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما جناب سلیمی نازنین، سپاسگزارم، ممنون، متشکرم. بها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی رو، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره برن. از همه همراهی و همدلی تو نازنین سپاسگزارم. تا فرصت دیگر همراه ما باشید، جایی نرید. ممنون.